بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی از افتتاح طبقه نخست تله عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در شهر مقدس کربلا خبر دادند. گفتنیست افتتاح این بخش از پروژه توسعه تله زینبیه با هدف خدمت رسانی هرچه بیشتر به زائران ابا عبدالله حسین علیه السلام به ویژه در زبان اربعین حسینی صورت می گیرد. شایان ذکر است تله زینبیه بخشی از طرح توسعه صحن عقیله به شمار می رود. در آستانه ایام اربعین حسینی، هزاران زائر غیر ایرانی برای شرکت در زیارت میلیونی اربعین حسینی از مرز بازرگان وارد خاک عراق شدند. گفتنیست طی چند روز اخیر 6000 زائر از کشورهای گرجستان، آذربایجان و ترکیه وارد خاک ایران شده و از مرز بازرگان داخل خاک عراق شدند تا خود را به شهر مقدس کربلا برسانند. شایان ذکر است بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده در تاریخ 16 آگوست دست کم 2041 زائر از کشورهای ترکیه و آذربایجان و گرجستان از این مرز وارد خاک عراق شدند. اداره آموزش و پرورش شهر نجف اشرف از باز بودن درب 375 مدرسه در سراسر استان نجف اشرف با هدف اسکان زائران و خدمت رسانی به عاشقان اهل بیت در این شهر در طول زمان اربعین حسینی خبر داد. گفتنیست در این مدارس تا کنون ده ها هزار زائر اسکان داده شدند. در همین راستا وسام رازقی، مدیر رسانه آموزش و پرورش نجف اشرف، در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت در این مدارس علاوه بر اسکان زائران حسینی، آب آشامیدنی و یخ و کولر در اختیار آنها قرار گرفته و همچنین تهیه غذا در سنوبت با همکاری خیرین مردمی در این مناطق برای زائران اربعین در نظر گرفته شده است.